این تصاویر جدیدی از جمعه خونین زاهدان است. مردمی که در میان صدای بیوقفه گلوله ظاهراً از بام خانه ها به سمت کلانتری سنگ می اندازند. تصاویر آن روز نشان می داد نمازگزاران بعد از نماز جمعه به سمت پایگاه انتظامی 16 می روند. ماجرا از خبر تجاوز یک سرهنگ نیروی انتظامی به دختر 15 ساله بلوچ در شهرستان دشیاری نزدیکی چاهبهار شروع شد. دختری که در غیاب رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران ممکن بود هرگز از ماجرایش با خبر نشویم. اما عبدالغفار نقشبندی امام جماعت راسک ماجرا را فاش کرد. او باز هم این جمعه ماجرا را تشریح کرد. آنچه که من بیان کردم دردهای دل خواهر بلوچم بود که دست به دامان من شد، هم دو خواهرم و هم خانوادهش. من قول دادم که من فریاد مظلومیت شما رو بلند میکنم، حتی اگر بر ریختن خون من عبدالغفار ختم بشه. جمعه 8 مهر ماه وقتی ماجرا به گوش نمازگزاران زاهدان رسید، عده‌ای بیرون مصلا دست به تظاهرات زدند. معترضان میگویند مردم معترض به گلوله بسته شدند و سپس به سمت کلانتری حمله کردند. نیروهای امنیتی اما میگویند معترضان قصد تسخیر پاسگاه انتظامی 16 را داشتند و به سمت پاسگاه شلیک کردند. تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی با پخش این تصاویر مدعی شده معترضان مسلح بودند، اما مکان تصویر دوم نامعلوم است. تا کنون هیچ تصویر دیگری از شلیک معترضان منتشر نشده است، اما تصاویر متعددی از مجروحان و کشته شدگان موجود است. مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی پیشتر درباره این ماجرا گفته: عده‌ای از افراد جوان و کمسن که نماز میخوانند میرن به سمت اونجا کلانتریه که نزدیک مصلی هست و شعاری میدند و بالاخره منجر میشه بعد به پرتاب کردن سنگ چیزی، و از طرف اون کلانتری که بعد گزارش معمینه که یگان ویژه آمده اینجا مستقر شده است و اطراف هم گزارش هایی که ما داریم افراد در بر سر خانه ها دیده شدند که اینها سر خانه ها استادند. بالاخره اول همین کلانتری شروع میکنه به تیر اندازی، تیره به هدف میزنه، تیر جنگی میزنه. مولوی عبدالحمید میگوید نیروهای امنیتی حتی به مسجد هم حمله کردند. این تیراندازی را به حتی داخل صحنه عیدگاه، یعنی مصلی، جایی که مردم به نماز مشغولن، آنجا تیراندازی میکنه و گاز اشکاور آنجا فرت میکنن. قسمت زنان هم گاز اشکاور و هم تیراندازی، اون قسمت که یکی از زنان هم کشته میشه. هنوز به درستی معلوم نیست فقط تیراندازی از پاسگاه انتظامی بوده یا افراد دیگری هم در این کشتار دخیل بودند. اما امام جماعت اهل سنت زاهدان میگوید لباس شخصی ها هم تیراندازی کردند. و بعد لباس شخصی ها وارد صحنه میشوند و در همین خیابانی که مردم در از درها خارج میشن که به خانه برن، و توی همین خیابان مردم ها تیراندازی میکنند و به تیر میزنند. و بیشترین تیرها به سر زده شده اینجا و به قلب زده شده است. و معلوم میشه که نره تک تیر اندازه زده. در تصاویر بالگرد جنگی کوبرا دیده میشود که بعید است برای فیلمبرداری یا گشتنی استفاده شده باشد. کاربرد این بالگرد شلیک به هدف است. معترضان میگوین از بالگرد هم تیر اندازی شده است. تصاویر روز بعد نشان میدهد خودروها به صورت گسترده در آتش سوختند. مولوی عبدالحمید در این نماز جمعه گفته باید این جنایت را محکوم کنند و به صورت بی‌طرفانه و دقیق بررسی کنند که این مردم به چه جرمی اینطور مظلومانه کشته شدند. اینجا احمد وحیدی وزیر کشور از مناطق آسیب دیده در زاهدان بازدید می‌کند. آقای وحیدی در دیدار با مولوی عبدالحمید گفته ما خود مطالبه‌گر خون جانباختگان بیگناه این حادثه هستیم. امام جماعت زاهدان اما گفته ما برادری اسلامی، ایرانی و خیشاوندی داریم. این افراد کدام برادری را با ما داشتند که این کار را با ما کردند؟ گفته می شود 6 نفر از نیروهای امنیتی هم کشته شدند که بیشتر آنها از نیروهای بسیج و سپاه هستند و هیچ کدام از نیروهای انتظامی کشته نشدند.
شهریار سیامی، رادیو فردا.